همین سه تا دانش آموز داریم؟ بله الان سه تا دانش آموز. خب این ظاهرا پای پنجم و ششم هست. بله. اینا وقتی درسشون تموم بشه باز دانش آموزی هست بیاد یا اینکه نه مدرسه کلا تعطیل میشه؟ اینا بسیاری در دانش آموزی دوباره از اول بیاد یا نه، ولی سال آیند دانش آموز میاد. همه برای مازش آقا ها. مادر ایما گفته نه که وای سه تا دانش آموز کنیم. باشه چش بمیزه تو چش من هستم در خدمتت. حالا فوقش نشود فردا هستم ولی سعی میکنم باشم چش هستم. باشه چش چش باید چی داشتن سوال دیگه؟ وقتی بچه های منطقه محروم ما با خبر شدن که قرار آقای رئیسی بی از سفر کنه، با اصرار زیاد خواستن تا حتما ایشون رو از نزدیک ببینن. بعد از یه سری پیگیری ها بالاخره قرار شد تا بنده و دانش آموزان روستاهای منطقه در جمع خیرین استان با رئیس جمهور دیدار داشته باشیم. نمیدونم وجه تشابه ما و خیرین چی میتونه باشه. شاید به این خاطر باشه که خیرین توی روستاها و مناطق محروم مدرسه ساختن. ما هم چراغ مدرسه رو روشن نگه داشتیم. خیرین از مال و اموالشون گذشتند، ما هم از عمر و جوانیمون. به هر تقدیر حالا همه اینجا زیر یه سقف با هم جمع شدیم تا انتظارها به سر برسه و با آقای رئیس جمهور ملاقات داشته باشیم. بنده رضا توکلی هستم، مدیر آموزگار دبستان 8 شهریور روستای پناهگو واقع در منطقه محروم بخش خضرآباد. سه تا شاگرد دارم امسال، هر روز حدود 70 کیلومتر رفت و برگشت از خونه تا مدرسه میرم. این مسیر رو با وجود حالا گردنه هایی که وجود داره یا مسیر صعب العبوری که از مخصوصا تو فصل زمستان شاهد برف و کولای گسترده هستیم، در واقع این مسیر رو رفت آمد میکنم با ماشین شخصی. خود بخش خضرآباد حدود 4000 نفر جمعیت داره طبق آخرین سرشماری شده، بیش از 4000 نفر جمعیت داره، ولی اینا در روستاهای مختلف معمولا پراکنده هستن. روزی که اومدم این روستا مشکلات مختلفی وجود داشت. جایی بود که حیات مدرسه سیمان نبود، سرویس بهداشتی مناسبی نبود، کلاس رنگ‌آمیزی سعی نبود. ولی الحمدلله برخی از مشکلات حل شد، بقیه‌اش هم انشالله حل بشه. این منطقه متاسفانه مشکلات مختلفی داره، کماکان بحث گازرسانی هست که الان یه سری کارا داره انجام میشه ولی هنوز تکمیل نشده، هنوز بعضی روستاها فاقد گاز هستن. بابت آب لوله کشی به همین صورت بعضی روستاها هنوز که هنوز با تانکر آب رسانی میشه، حالا تا یه قسمتی کشیشه بقیش هم داره کارا انجام میشه ولی بعد تسریع بشه این کار. بحث اینترنت و پوشش تلفن همراه هست که متاسفانه برخی روستاها که میبینید بالای 20 خانواده ولی این مشکلات رو دارند. چه در مورد کسر رو میخواستیم درس بدیم، از مباحث ساده‌ترش شروع میکنیم. اول میرسیم به جمع کسرها. روزی که اومدم یه دانش آموز هم از روستای بیرسفید بود، من همون اول سال متوجه شدم مدرسه روستاشون تعطیل شده و اون دانش آموز اصلا انگیزه برای ادامه تحصیل نداشت و به علاوه وسیله نقلیه هم نداشتن که بیان اینجا. من رفتم پلوش گفتم حسین آقا شما برنامه چیه؟ اگر من اول دو تا واحد کامل بکشم بتونی ادامه تحصیل بدی و اون مشتاقانه پذیرم. دو تا واحد کامل سه سال میرفتم دنبالش. روستای میر سفید حدود 4-5 کیلومتری اینجاست و میومد مدرسه ما و از دور برمیگشت مدرسه خودشون. خب دو تا واحد کامل رنگ میزنیم. بچه‌ها متوجه شدن که آقای رئیسی میخوان تشریف بیارن به استان یزد
و خیلی دوست داشتن که ایشون از نزدیک ببینن. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حاج آقای رئیسی، رئیس جمهور محبوب و عزیز، سلام و خدا قوت به شما. خدا قوت به شما بزرگواری که پای در کلاس بزرگترین عبادت یعنی خدمت به مردم گذاشته اید و با فعالیت شبانه روزی و جهادی عزم خود را جزم کرده اید تا با توکل به خدای بزرگ گره ها را یکی یکی باز کنید. دکتر رئیسی عزیز، وقتی ما دانش آموزان روستا این خبر را شنیدیم که می خواهید به استان ما سفر کنید و پای درد دل مردم نجیب و متدین یزد بنشینید، خیلی خیلی خوشحال شدیم و از خدا خواستیم که بتوانیم شما را از نزدیک زیارت کنیم. هرچه فکر کردیم و گشتیم تا هدیه‌ای را بتوانیم برای شما تهیه کنیم و به شما در سفرتان به استان خود تقدیم کنیم، چیزی عزیزتر و گرانقدرتر از تصویر معلم بزرگ دانش آموزان ایران زمین حاج قاسم عزیز نیافتیم که بر پیشانی شما بوسه می زد. توفیقش رو حالا یه سری هماهنگی ها قبلش بود، حدود 15 نفر رو لیست اولی گذاشتم از دانش آموزان مناطق محروم، دانش آموزان مختلفی در واقع دوست داشتن که بیان، ولی حالا با توجه به شرایط وجود داشت، حالا شرایط شلوغی که اونجا بود و محافظت از بچه ها دشوار میشد، در نهایت 4 نفر از دانش آموزان انتخاب شدن. دانش آموزانی بودن که 2 نفرشون از نعمت پدر محرومن، وضع مالی بدی دارند و حالا تحت پوشش کمیته امداد هستند و شرایطشون خوب نیست و اینا اومدن نزد آقای رئیس جمهور و صحبتشون کردن، خیلی شور و شوق فراوانی داشتن اونجا، قاب رو تقدیم کردن به ایشون، صحبت کردن دقایقی، درد دلشون بهشون گفتن و آقای رئیسی هم گوش دادن، مخصوصا به حرفای زهرا خانم که دلنوشته بچه ها رو میخون و تشویقش هم کردن، انگیزه شد برای بچه ها. یکی از دوستان آن عکس معروف را نقاشی کرد و اکنون آمده ایم تا آن را به شما هدیه دهیم. بگذارید این تصویر ماندگار را نه از طرف خود بلکه آن را به نیابت از 1000 شهید دانش آموز استان دارالعباده یزد تقدیم شما کنیم. انشالله خود شهدا دعایتان کنند تا هر قدم به نفس شما قدمی باشد برای رفع محرومیت از محرومین و مستضعفین کشور عزیزمان. حرفاشون رو زدن، باشون حتی درخواست کردن آقای رئیسی بیان عکس بگیرن، حتی با حقیرم چون نمیتونستم اونجا بلنشم عرض ارادت کنم اومدن کنارم و با بنده هم عکس گرفتن، دانش آموزان هم تو عکس بودن. دیدارهای آقای رئیسی مخصوصا در اواخر هفته باعث ایجاد امیدواری در مردم شده، مردم فهمیدن که میشه مشکلات رو به یه نفر بگن و انشالله قابل حل میشه، یه روحی امیدواری تو مردم هست. این روحی قبلا وجود نداشت، اصلا مردم امیدی نداشتن که مشکلشون یه نفر بشنه و یه گوش شنوایی باشه و مشکلشون حل کنه، ولی اینکه مردم بیان بدون تشریفات و بدون ضوابط اداری بیان حرفشون مستقیم با آقای رئیس جمهور بزنن یا نامه هاشون در اختیار آقای رئیس جمهور قرار بدن، درخواستشون از طریق وزارتخانه های مطبوع انشالله قابل پیگیری باشه، این روی امیدواری که بین مردم اومده این به نظر من خیلی خوب است. بچه‌ها رو به دوربین، بچه‌ها رو به این دوربین وایسید، معلمتون هم باید همه نوع تحولات در استان با توجه به این باشد که این استان دارای یک فرهنگه، یه آداب و رسومه، یه اصالتیست، اون اصالت نباید گم بشه و این حرف درستیست.
همه توسعه یافتگی ها برای استان یزد ضرورت دارد، اما معلوم بشه استان یزد دارای یک فرهنگ بسیار اصیل و قوی و قویمی است. به این فرهنگ توجه بشه، این فرهنگ هویت استان یزده و این فرهنگی است که پیشینیان تلاششون این بود کتابخانه ها و فرهنگستان ها و مجموعه های آثار و میراثی که در استان یزده همه جاش گواه بر همین فرهنگه که بدانند این مردم دارای یک اصالتی هستند. مسئله گردشگری یکی از امکانات مهم در یزده. بالاخره اینجا ما از مسئله گردشگری سلامت رو داریم، هم تاریخی فرهنگی داریم. یک سری زیرساخت‌های خوبی هم آماده شده که لازمه اما کافی نیست. حتما باید این زیرساخت‌ها کامل بشه. برای کامل شدنش هم امروز ما یه بازدیدی از بعضی بخش‌ها داشتیم که در جهت همین توسعه گردشگری بود. اقتصاد گردشگری در یزد اقتصادی است که میتونه خیلی اشتغال ایجاد کنه. تا حالا کارهای انجام شده، اما به نظر من نسبت به ظرفیت‌های موجود جا داره برای که کار بسیار یعنی مورد انجام بشه. خب بعدن دیگه منتقل شده به شهرک صنعتی. این کارخونه رو دیم تبدیل می‌کنیم به اولین هتل کارخونه کشور، یعنی هتلی که استراکچر کارخونه‌اش حفظ میشه و شامل یه مجموعه کمپلکس بزرگ گردشگری است. این میشه مرکز نساجی، مرکز پوشاک کشور. یعنی کل برندهای مصری، یعنی کارخونه‌اش حفظ میشه در واقع. بله، متأسفانه این بنا احیا می‌کنه کارخونه. بنا 1312 است. این بنا حفظ میشه. خیلی ظرفیت داره اینجا. 7000 متر سالن، یه دو تا سالن سوئیسی پشتش، از یه سالن هم اینجاست. این تقریبا همش تبدیل میشه به مرکز پوشاک کشور. این قسمت های دکتر تبدیل میشه به هتل 200 اتاق داره که استراکچر کارخونه باز حفظ میشه. یعنی کسی که داخل هتل میاد اقامت میکنه درست یک کارخونه اقامت کرده که تبدیل شده، حس میکنه توی کارخونه است. مثلا 5 ستاره است با امکانات 5 ستاره ها. یعنی مجموعه که توی یزد هست، حالا ما خودمون هتل باغ داریم، هتل کاربن سرا داریم توی یزد، این هتل کارخونه میشه که منصب به فرده. این قسمتش مجموعه رستوراناش هست که داره کار بشه انشالله فروردین سال آینده به راه اندازی میشه. فود کورت خیلی بزرگه، 600 تا پارکینگ داره. بیمارستان سید الشهدای دکتر اینجاست، یه مرکز سلامت هم اینجاست برای اقامت مریض ها. بنای تقریبا کم نظیره با همین سازه و اینا شما پیش میدید. بله دیگه، رو همین کار میکنم. اومدن استکان بخشی کردن رو همین کار، که خارجی هم داره حفظ بشه این اسم، هیچ تغییری نمیکنه. الان 200 هکتار بافت تاریخی داریم، 700 هکتار بافت ملی داریم، حدود 22000 پلاک ثبتی داریم. هیچ جا مثل یزد این در واقع مشکل حرائم و برای ساخت و ساز نداره. ولی عجیبه، خود مردم یزد یه عرق خاصی داره، اینو من اصلا تعارفی نمیگم، اینو که دیدم الان خیلی دوست دارن بافت تاریخیشون حفظ شه. این خیلی مهمه، ملیه بالاخره، اینا میراثه. چای نفت ما اینجاست، ما باید یه خود کمک کنیم بهشون. این نقطه ای که پیشنهادی که آقای زنقامی دادن کار درستیه. ما الان میبینید برای مسکن ملی یا جهش مسکن ملی داریم متری 4000 تومان هزینه میکنیم، زمین میدیم، تسهیلات میدیم، همه اینا. ما اگر تو این 1000 هکتار بافت تاریخی داریم که الان خالی شده، اگر ما این فرزندان اونها که جوانای اصلا احتیاج به خونه دارن بیان تسهیلات ما به اینا بدیم، اینا رو بیان مرمت کنن، ساکن بشن، چه ارزش داره؟ قبولم دارن فرهنگو میخوان تو بافت قدیمی باشن، پس نمیذارن جووناشون. تو همون تسهیلات بازآفرینی شهری با نرخ 9% اگر بدن خودش بهترین مشوق هست. فرصتی شده شما از بافت تاریخی بازدید کردید، از چند محل، هم تو بازار، هم توی یکی دو تا منطقه‌ای که می‌خواستن بازدید کنن رو پشتبون تشریف آوردن و از پشتبون بافت تاریخی یزد رو دیدن. قدمت این مدرسه چقدره آقای؟ تقریبا قاجاری اینجا.
ولی بازسازی خوبی کردن. بله بله بازسازی شده. اینجایی که الان هستیم تقریبا گوشه ای باغ. شما به اون طرفش کویر این باغ، این طرفش کوهستان شیکو، بزرگترین کوه مرکزی. تقریبا حدود 1.5 کیلومتر دیگه که بریم میرسیم به صدای باغ. و از این طرف هم این مناره هایی که میبینین، مناره های شازده فاضل، مناره های بعدیش که گوشش پیداست، اونجا مرکز بافته. یعنی این شعاع رو که بکشیم یه دایره بزرگ بکشیم میشه بافته. خوشبختانه یزد یک جاییست که مردم خودشون هم علاقه مندن، علا رقم مشکلاتی که دارن دوست دارن بافته تاریخشون حفظ شه. این خیلی خوبه. خب حالا پیشنهاد ما این که به جای اینکه ما بودجه زیادی بذاریم از مردم این پلاکا رو بخریم، با یه پول سنگینی مرمت کنیم و نگهداری کنیم که اصلا نداریم، لذا ما دنبال طرح‌های جدید باید باشیم. با این بودجه‌های دولتی امکان نداره. طرح ما این بود که با همکاری استانداری، شهرداری و بانک‌ها بیاییم مردمی که صاحب این خونه‌هان، اینا رو توانمند کنیم خودشون خونه‌هاشون رو بر اساس دستورالعملی که ما داریم خونه‌هاشون رو چجوری حفظ کنن. البته بخشیش بقیه هم خودشون اطلاع دارن. بنابراین اگر ما تسهیلات بدیم، وام‌های ارزان قیمت بدیم، راهنماییشون کنیم، در واقع این بافت تاریخی خراب نمیشه. مردم همون جایی که هستن می‌سازن. این بازار خود بازار اصلی است. تقریباً یکی از قدیمی‌ترین بازارهای شهر. سلام علیکم آقا، خسته نباشید. حال تو خوب ان شاء الله. فاصله خوب الان دادم. گاهش شما. سلام علیکم آقا جان، خسته نباشید. خوز اول خوب بازار. خواسته بیا خوب یا نه؟ ها یعنی گردشگر نمیاد؟ کم دل خوب میشه. خیلی سلام علیکم آقای یزد. حال شما خوب آقا؟ آقای سلام علیکم. وضع ترمه ها چطور آقا؟ آقا خیلی عادی هم خوب هست انشالله. خوبه کاسبی ها خوبه؟ بله آقا خیلی خوبه. ولی نه حقیقتش بگه نه واقعیتش بگم نه چرا آدم دروغ بگه نه دوران کرونا الان که دیگه کم کم دارن مسافر میاد. بله بله حالا یکم بازتر شده ولی هنوز به طور کامل نه، ولی انشالله خوب میشه. قیمت ها چطوره؟ قیمت ها خودی حالا خودتون بیشتر بجن آقا ترمه نبود دادن. نه حالا بینه ترمه چون در نخ و مزد و کسی مواد اولیش از اون مشکله. بهتر شده آقای قهرمان؟ بهتر خدا رو شروع کلی دیویز با اینجا دو سی میلیون دیده پول مردم خرید کم میخرن حالا انشالله وضع بهتر میشه. آثار و میراث گرانقدری که در اینجا هستش اینا همش تابلوهای گویایی است برای فرهنگ و تمدن این مردم. اینا باید زنده بماند برای تمام عالم شناخته بشه، هم گردشگر داخلی و خارجی و خود مردم یزد هم همواره ببینن که این تابلوی بسیار ارزشمند پیش روی اونهاست و هیچ وقت اجازه ندن که این فرهنگ اصیل مردم متدین یزد دچار آسیب بشه. و انشالله با پیگیری مصوبات سفر و با همت شما مدیران این موارد دنبال بشه و مردم احساس کنن که نسبت به رفع مشکلات اونها یک جدیت قابل توجهی وجود داره و اینم در عمل باید اتفاق بیفته، چون با بخشنامه و با سخنرانی که اتفاق نمیفته. مردم ببینن که اتفاقی افتاده، کاملا بهشون توجه شده، به رفع مشکلاتون توجه شده، به مسائلشون توجه شده و این بحث بسیار مهمی است.